اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. از پریشانی وطن می گفت، عشق از دیده غمین می سوخت. وطن را نیست کش به یادت بود، رفت آن صورت بهارندو. تا ولایت به تخت و تاج رسید، نوبت مرگ و خون و باج رسید. نام اسلام جاهلان خوردن، آب رویش به لمحه ای بردن. وطنی داشتی که زیبا بود، بهترین سرزمین دنیا. قاتلان سینه‌اش شکافتن، فرش خونی براش بافتن. وطنت رفت و این ولی آباد، حاصل حاکمیت شیا. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 19 شهریور ماه 9 سپتامبر. به شما سلام. امروز مهمان عزیزی دارم که خب شما هم دلبسته افکار و صدا و اندیشه‌هاش. امروز یه چیزی بهش گفتم خیلی جالب بود. کتابی می‌خوندم از استاد فرزانه‌ام، پدرم، نازنین یادگار پدرم در واقع، آخرین استاد دکتر احمد مهدوی دامان. کتابی است درباره او نوشتن، شرح زندگیش، دروسش، تألیفاتش، حال و احوالش همه. بعد یه جا نگاه کردم، دیدم جز شاگرداش که نوشته بودن این عده شاگردان میرفتن در محضر و دفتر 25 تو خیابون فروغی نزدیک وزارت خارجه، میرفتن در روبرو سب، میرفتن در دفتر او و اونجا درس میخوندن. من یادم، ما بچه که بودیم یکی از اتاقا رو دکتر مهدوی کتابخونه کردم. این طرف دفتریارش میشست و عموی من دفتریارش بوده بودن، مرحوم مهدی، و یه اتاقی هم داشت که کتابخونه بود. من و ناصر پسرش میرفتیم اونجا، بچه بودیم که از 5 و 6 یه مدرسه هم با هم میرفتیم، مدرسه ایران. آتقی برامون ساندویچ میخرید و ما ساندویچ رو خودمون کتابا رو هم داشتیم ورق می‌زدیم. کتابای دکتر مهدوی سن خردسالی. این مهمان عزیز من در محضر استاد بوده و دکتراشو گرفته و بعد خودش استاد شده و بودنش در برنامه من اسباب افتخار من است و اسباب شادمانی شما که به دقت گوش بدید. بگذارید من از مقدمه کم کنم، هرچه او بیشتر بگه بهتر. درود میفرستم به دکتر ماشاءالله آجودانی عزیز. درود بر تو و بر بینندگان و شنوندگان برنامه های تلویزیون شما. ممنونم دکتر آجودانی. گفتم یه ذکر خیلی از استاد هر دامون رو کنیم، دکتر مهدوی دامغانی، مرد نازنین که چقدر شما رو دوست داره و هر بار ذکر شما شده واقعا از با دل و جانش او از شما. او استاد بی نظیریه، علامه با فرهنگیه که نسل او دیگه تکرار شدنی نیست. واقعا و هم دورهای من شاید از معدود کسان سعادتمندی بودیم به معنی واقعی کلمه، که در کلاس های درس استاد مهدوی حضور پیدا کرد. در همون محضر
ما می رفتیم و متون ادبیات فارسی، ادبیات عرب و همه اینا رو در خدمت استاد مهدوی می خوندیم. و من شاید باور کنیم بعدها که در خلوت خودم فکر می کنم می بینم نقش استاد علامه مثل احمد مهدوی دامغانی، استاد برجسته مثل سید جعفر شهیدی در شکل دهی نگاه ما و شیوه دید ما نسبت به تاریخ و فرهنگ ایران نقش بسیار بسیار پر اهمیتی داشت. من آرزوی سلامتی برای استاد میکنم و واقعا هم بهشون تسلیت میگم به خاطر در گذشت همسر دانشمند و ارجمندشون که هم کلاس ما هم بود، هم در دوره فوق لیسانس هم کلاس بودیم و هم در دوره دکتری ادبیات فارسی. دکتر آجانی، یه چیز جالبی دیگم که تو این کتاب دیدم، در یه بخشیش در رابطه با همکلاسی های دکتر مهدوی نوشته، کسایی که اینا با هم بودن و شاگرد فروزانفر بودن و غیر. باورت نمیشه بدنم لرزید، چه کسانی بودن، چه مقامات. و آخه الان کجا خواهیم رفت؟ برای اینکه دکتر مهدوی دیگه اونجا استاد نیست، الان کسانی لقب استاد دارن که لابد خودت هم حیرت میکنی وقتی میبینی و میشنوی. و اونجا میبینم که همکلاسی های مهدوی هر کدوم مثل شهیدی که اشاره کردی، مثل سجادی، دونه دونه اینا رو که دارم میبینم، میبینم اینا چه مردانی بودن، محجوب، ندوشن. هر کدوم اینا که با دکتر مهدوی با هم در یک کلاس بودن، دکتر محقق و موحدی، دیگران خودشون بعدن یک نمادهایی شدن برای انسانهایی مثل شما که امروز هم قدرشون رو میدید. ولی حیف که شما نتونستید اون درس رو در اونجا به اونا بدید. در حال با این شرایطی که برای ما پیدا شده، واقعا امیدوارم که بخت ما بیدار باشه و از همین دریچه بتونیم یه مقدار شما اون مایه و دانش رو که دارید منتقل بکنید به نسل‌های جوان‌تر. خواهش می‌کنم. و بذارید این نکته رو بگم که من از هم دوره‌های قدیم ما در دانشگاه اصفهان، دکتر نوریان هنوز در دانشگاه اصفهان درس می‌دهد. با او یکی از برجسته‌ترین استادان زبان و ادب فارسی. من همین چند مدت پیش با گفتگویی که با او داشتم به من این خبر رو خوش داد که حالا درسته که در بسیاری از دانشگاه‌های ایران خبری از علم و تحقیق و تفکر نیست، اما خوشبختانه در گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران عده‌ای از کسانی از نسل جوانتری رو برگزیدن و راه دادن به گروه ادبیات فارسی که اینها مردمان فاضل و با فرهنگی هستند، به چراغ معنویت قوم ما رو روشن نگه می‌دارن. بالا این صحبت استاد مهدوی دامغانی رو که مطرح کردی منو به یاد یک چیز انداخت، به دلیل اینکه تربیت من از دو سو بود. من از یک طرف با ادبیات مدرن و مسائل مدرن و تحولات مدرنیزم در ایران آشنا بودم و علاقه داشتم و پیگیری میکردم، و از طرف دیگر در کلاس استاد مهدوی دامغانی، استاد سید جعفر شهیدی، ما با بنیانهای سنت و فرهنگ ایران آشنا می شدیم. و در اون کلاس که میگم برای استاد مهدوی و استاد شهیدی مطرح نبود که فلان کس چقدر مسلمونه، چقدر نامسلمونه، نماز میخونه یا نمیخونه. اونا داشتن شاگرد تربیت میکردن. این معنای واقعی رو رای خودشون صاحبان عقاید بودن، خصوص استاد مهدوی دامغانی رو خب همه میشناسن، ولی هرگز این نحوه نگاه دینی و مذهبی رو در برخورد با آموزش پرورش، در ذات آموزش، در فرهنگ ما تأثیر نمی دادن. و اون چیزی که برایشون مهمتر بود این بود که بنیانهای فرهنگ ما مشخص بشه، شناخته بشه و از طریق نسلی به نسل دیگهی منتقل بشه یا مورد نقد و
بررسی قرار. خب من این شانس رو داشتم که این موهبت نصیب من شد و از استادان برجسته‌ای بهره گرفتم. و همون زمان که من در کلاس‌های استاد مهدوی داوغانی درس می‌خوندیم در محضرشون، محضر که میگه همون محضر شماره 25 و هم بله. در بله. یک پرسش اساسی برای من مطرح شده بود. اون پرسش اساسی این بود که این مملکت ما به کجا میره؟ چه اتفاقی داره در این مملکت ما میفته؟ ما در کجای تاریخ ایستادیم؟ سرنوشت ما چیه؟ و اگه اون زمان موقعی که من دارم میگم دوره هایی بود که هم در دوره فوق لیسانس و هم در دوره دکتری ادبیات ما با مسائل اجتماعی ایران رو در رو شدیم ناگهانی. من خودم با اینکه در یکی از رساله دوره فوق لیسانسمون در مورد ادیب الممالک فرهانی و شعر او و شعر مشروطه نوشته بودم، اما برای دوره دکتری تصمیم داشتم که در مورد غزل‌های حافظ و حافظ رساله بنویسم. اما تحولات اجتماعی ایران راهی رو در پیش من گذاشت که فکر کردم در مورد حافظ خیلی های دیگه هم میتونم بنویسن و به حد کافی هم نوشته شده، باز هم نوشته خواهد شد، اما بذار ببینیم که چه بر مملکت ما رفت، در کجای دنیا ایستادیم، به این مشکلات تاریخی ما از کجا شروع شده بود. یکی از متون تاریخی رو که من در همون زمانی که در اصفهان بودم میخوندم و کتابش هم خیلی اهمیت داشت، تاریخ انحطاط مجلس بود از مجدور اسلام کرمانی. این کتاب در دوره شاه ممنوع شناخته شد به دلیل اینکه حکومت پهلوی میترسید این کتاب چاپ بشه سر و صدای آخوندها در بیاد. این کتاب در دانشگاه اصفهان چاپ شده بود در دوره شاه، ولی قبل از انقلاب این کتاب چیکار کردن؟ جلوی انتشار پخشش گرفتن و جلوی پخشش گرفتن. به این کتاب بود تا اینکه انقلاب شد. بعد انقلاب اونهایی که مسئول به اصطلاح نشر دانشگاه اصفهان بودن فکر کردن خب این کتابی که در دوره شاه ممنوع بود پس بهترین کتاب الان چی بشه؟ دیگه نمیدونم، یا میدونستنم من نمیدونم، یعنی اینجوری فکر کردن که این چون در اون دوره ممنوع بود پس الان میتونیم این کتاب چیکار کنیم؟ پخش کنیم. من خوب یادمه که با نام مجدور اسلام کرمانی آشنا بودم، میشناختمش و بعد رفتم دو نسخه از این کتاب گرفتم، ولی چند روز بعد گفتن نه آقا این کتاب ها رو باید چیکار کنیم؟ برگرد تازه فهمیدم چی تو این کتاب هاست. و من البته خب یک نسخه از اونو به هر شکل بود حفظ کردم، ولی برمیگردم به همین مجلس اسلام کرمانی و میخوام یک چیزی ازش بخونم که این ممکنه که یه انگیزهی بشه برای ادامه گفتگوی ما. حتما. این مجلس اسلام کرمانی در اصفهان رئیس طلاب حوزه علمیه اصفهان بود و خب این کسیه که بعدها نخستین کتاب مهمو در ارزیابی شکست، یا شکست که درست نیست، در ارزیابی چند و چون انقلاب مشروطه و سرانجام انقلاب مشروطه نوشت. به اسم کتابش هم در واقع اینه که انحطاط مجلس ملی از کجا آغاز شد. این نکته‌ای که الان براتون میخونم حرفی که مجدور اسلام کرمانی در نقد و تحلیل انقلاب مشروطه و مشارکت روحانیون در این انقلاب طرح میکنه در کتابش. و دقت کنین که این رئیس طلاب حوزه اصفهان بود و خودش آدمی بود معمم و از اون گذشته تاریخی می اومد، ولی برداشتش و فهمش در نقد و تحلیل انقلاب مشروطه به اعتقاد من خیلی مهم و اساسی بود. به شگفت انگیز اینه که
این کتاب مورد نقد و بررسی مورخان دوره پهلوی قرار نگرفت. یعنی فریدون آدمیت، خانم ناطق یا دیگر مورخان به این کتاب استناد نکرده بودند، یا به این کتاب، چون برای اینکه کتاب احتمالاً اصلا چاپ نشده و همون دفعه اول هم شاید همین چیز بود، دانشگاه اصفهان بود که چاپ کرده بود و بعد در محاق تعطیل موند. من جا واسه حرفتون فقط یه جمله بگم. من نمیدونم دانشگاه اصفهان چه اتفاقی افتاده، خیلی جای والایی داره در عرصه ادبیات و فرهنگ و زبان و اینا. آیا این به خاطر مدیریت بوده، استادا بودن، به خاطر خیلی جای والایی داره واقعا؟ من وقتی میخونم مطالعه میکنم. الان فکر نمی کنم، ولی نه الان، من قبلا رو دارم. در اون دوره بی تردید آدمای برجسته‌ای در دانشگاه اصفهان بودن در زمینه‌های مختلف، یکی از دانشگاه‌های پیشتاز مملکت ما. و الان خب متأسفانه من الان فقط تنها میدونم که درنوریان یکی از برجسته‌ترین استادان ادبیات زبان فارسی در ایران در اصفهان هنوز هست. اینو میدونم. خدا رو شکر. اجازه بدید این مطلب مجلس اسلام کرمانی که زمانی رئیس طلاب حوزه اصفهان بود و از مشروط خواهان به نام این دوره، از عوامل و جهات مختلفی که باعث انحطاط مجلس ملی شده است، از عضویت اهل علم یعنی روحانیون در مجلس یاد می کند و می نویسد ورود آنها یعنی روحانیون به مجلس دو عیب بزرگ داشت. یکی اون که عنوان مشروطیت را که به کلی خارج از امور دیانت بود داخل در امور دیانت کردند و مثل سایر مسائل شرعیه رأی و عقیده علما را در آن مدخلیت دادند. این این حرف او بود که گفته. حالا این تکره من میگم. میگم سخن او هوشمندانه ترین نقدی است که بر جریان شرعی کردن و دینی کردن مشروطیت ارائه شده است. به ما در بخش بعدی نوشته من دوباره به ملاحظات به انتقادات او رجوع خواهیم کرد. او در انتقاد از این جریان و مهمتر از آن در انتقاد از مداخلات روحانیون در امر شرعی کردن مشروطه تا جایی پیش رفت که در صفحات پایانی تحلیلی که از انحطاط مجلس اول داده است سریعا نوشت یکی از اسباب انحطاط مجلس ورود آخوندها بود در او و اگر یک مرتبه دیگر مجلس به مشروطیت در این مملکت پیدا شد حتما باید مراقب باشند جنس عمامه به سر را در مجلس راه ندهند، اگرچه به عنوان وکالت هم باشه. و سلام. بله. این حرف کسیه که زمانی این مطلب رو می‌نویسه که دوره محمد علی شاه مجلس شورای ملی بمباران میشه و در اون موقع در عطلت و این حالا داره در مورد این ماجرا می‌نویسه، میگه علت انحطاط این بدنیت شوتیت اینها روحانیون بودن. چرا؟ برای اینکه دلیل داره. پس پشت حرف او یک واقعیت تلخ و شگفت انگیزی هست و اون اینه که در جوامع غربی سیاست یک جا از دیانت و کلیسا جدا شد، به حوزه عملکرد روحانیون محدود شد به حوزه مسائل دینی شرعی و حوزه معنویات و دستشون از مداخله در امور سیاسی و حکومتداری و مملکتداری کوتاه کرد. در واقع قوانینی که وضع کردن قوانین مدنی بودن که انسان وضع میکرد که به دست خودش وضع میکرد برای اداره جامعه. حتی اگر یک قانونی رو یا یک حرفی رو نکته‌ای رو از شریعت و دین هم میخواستن بیارن وارد این محدوده بکنن اونو به عنوان قانون عرفی میپذیرفتن. یعنی وقتی وارد حوزه قانون مدنی میشد دیگه جزء قانون عرفی بود، مبنای شریعتی خودش از دست میداد. و
ولی در ایران ما اومدیم این تجددی که آوردیم، این چیزی که در بنیاد از به اصطلاح مذهب و دیانت جدا شده بود، دوباره بهش جنبه چی دادیم؟ شرعی دادیم، مذهبی دادیم، به جنبه اسلامی بهش دادیم، وارد ایران کردیم. اینجاست که اون میگه که این عمل، یعنی ورود روحانیون و مداخله دادنشون در این که در مشروطیت، در مفهوم مشروطیت نظر بدن و به اصطلاح همراهی بکنن با مشروطیت، این عیبو داشت که نذاشت ما این مقولات رو درست بفهمیم و بدتر زمان و مجلس تشکیل میشه، انحطاط اون مبانی و اساس تفکر مدرن در همین مداخله های نابجا شکل میگیره. ببخشید واسه یه پرانتز من باز میکنم، شما در مطالعاتی که داشتید روی روحانیون و مشروطه، آیا واقعا غیر از مجدل اسلام رو که اشاره میکنی یا میزای ابراهیم زنجانی را یا تقی‌زاده اونه که برحال امامه رو ور میداره، آیا واقعا شما یه روحانی از این مراجع دیدید که از ته قلب با این مشروطه قانون اساسی با این چیزا موافقت داشته باشه؟ ببینید اساس اینه که اول اینکه باید ببینیم اونا چه فهمی از این مشروطه داشتن. از این مشروطیت و نهاد دموکراتیک داشتن. من فکر میکنم کسانی مثل آیت الله خراسانی و آیت الله مازندرانی، اینها در درک و برداشت خودشون نسبت به مشروطیت و تأیید به اصطلاح نظام مشروطیت آدم های صادقی بودن، با توجه به فهمی که خودشون داشتن. دقت کنید چی میگم. خب فهم اینها مزایقاتی هم داشت، مشکلاتی هم داشت. به همین دلیل مسئله رو نباید شخصی کرد. من وقتی میگم این حرف از مجلسستان خوندم، الان میخواستم در نقد این حرف حرف بزنم. این که شما بگید که همه مشکلات مجلس یا مملکت ما زیر سر آخوندها بود، من شخصا موافق نیستم. برای اینکه چه کسانی این مفاهیم رو تقلیل دادن اول و وارد مملکت کردن، اول روشنفکران بودن که دست به این کار. حالا مثل انقلاب 57، این انقلاب 57 اون که داستان خیلی خونین‌جگری داره. و ببین اینجا وقتی که ما صحبت از روحانیون میکنیم، بدنی اصلی روحانیون مثل امثال بهبهانی، آیت الله طباطبایی در نظر بگیری، تمام منابع اون دوره نشون میدن که طباطبایی آدم شریف بود، آدم دروغگویی و پدرسوختگی و دزدی و ارتشا و اینها نبود و با صداقت داشته فکری رو پیش بود، ولی در مقابلش مثلا به بهانه یه جور دیگه بود. همین وضعیت ما در بین روشنفکرا هم داریم. نه. یعنی بعد خوب در جنبه های مختلف است. اون چه که برای من اهمیت داره اینه که ببینیم این مداخلات روحانیون، اولی که این مداخلات روشنفکران از اونا خواستن که مداخله بکنن، برای اینکه خودشون به تنهایی از عهده حکومت ناصری بر نمی اومدن، از عهده حکومت عرفی بر نمیدن، در نتیجه اونها از اونها خواستن بیاین وارد بشید و مداخله بکنید. بحث امروز من اینه که در اون دوره‌ای که من در کلاس های استاد مهدوی درس میخوندم، همین نکته مجلس اسلام جلوی چشم من بود و این وادارم کرد که من برم رساله دکتریم در مورد ادبیات مشروطه بگیرم. چون ادبیات مشروطه عمدتاً سیاسی و تاریخیه، در نتیجه شما باید تاریخ مشروطیت هم در کنارش نگاه کنید، بخونید تا اون شما شعرهای ادیب الممالک فرهانی رو بدون ارجاع به تحولات تاریخی در خیلی جا نمیتونید بفهمید، حتی شعر ملک و شعر بهار. منظورم این بود که برگشتش، این سرنوشت شخصی من که برم به در این زمینه تحقیق بکنم، این در واقع مدیون فضای تاریخی بود در ایران که داشت میرفت به طرف افراط و تفرید و داشت میرفت تا یک جریان سکتاریست جنایت پیشه و جنایتکاری رو
حاکم بر مملکت ما بکنه و سرنوشت یک ملت با فرهنگی رو که تاریخ درخشان و فرهنگ درخشانی رو داشت دست کسانی بیفته که نه از فرهنگ ایران خبری داشتن، از گذشته تاریخی ما و نه از دنیا، از دنیای امروز. برابر این آنچه که الان من دارم فکر میکنم بعد از این مطلبی که از مسجد اسلام کرمانی خوندم اینه که چرا ما در ایران نتونستیم برخورد سریعتر و روشنتری رو با دنیای غرب داشته باشیم، یعنی نتونستیم نسبت خودمون رو نسبت به جهان غرب توضیح بدیم و تا امروز ما نتونستیم به توضیح درستی ازش ارائه بکنیم که ما در کجا وایستادیم. آیا ما باید با غرب دشمنی بکنیم؟ آیا ما باید با غرب اینو مثلا خیلی ها میگن که شما باید این بخش از غرب رو بگیرید ولی اون بخش بذارید، مثلا تکنولوژیش بگیرید، علمش بگیرید، ولی مثلا پاپ رفتنش، موسیقیش، نمیدونم روابط آزادش، اینها رو چکار کنید بذارید. این بحث ها در مملکت ما انجام گرفت ولی متاسفانه به سرانجامی نرسید. یعنی این به طور فلسفی مورد بحث قرار گرفت، به صورت شرعی مورد بحث قرار گرفت. ببینید همینجوری که میگم در بین روحانیون هم اختلاف نظر بسیار بود، عده شدیداً و عمیقاً با هر چه تجدد و هم مثلا با سجل احوال دشمنی میکرده، با ثبت اسناد اینه که میگن دشمنی میکردن، یعنی رساله مینوشتن که این غلط، حرام، این غیر شرعیه. ثبت احوال میگفتن با اسلام مخالفه. خب شما ببینیم مدارس رو بد میدونستن. شیخ فضل‌الله نوری یکی از کسانی بود که شدیداً با ایجاد مدارس جدید با فیزیک و شیمی مخالف بود. میگفت دیانت و اخلاق مردم رو برباد دادن با فیزیک درس دادن و شیمی درس دادن تو مدارس. در حالی او از نظر او درس اگر بود باید درس علوم شرعی بود، درس دیانت بود، ولی علوم جدید رو نمیپذیرفت. خب این مشکل عقب موندگی تاریخی خود جریان‌های مذهبی و فکری ما بود. یعنی ایران از دوره صفویه به بعد دچار یک مشکل اساسی، نه دوچار یک مشکل اساسی شد. ببینید ما تا دوره صفویه مملکت ایران یه مملکتی بود که در واقع مذهب رسمی به اون معنا نداشت، اسلام بود، مسئله سنی ها بودن، ولی اینکه یک حکومتی بیاد بگه تشیع این مذهب رسمیه و هر کسی دیگه هم که بهش اعتقاد نشده باشه باید قتل عام کرد، کپاره کرد، کما اینکه این اتفاق در تبریز افتاد و جنایاتی اتفاق افتاد که مردم به زور شیعه کردن. اما این سرنوشت تاریخی ما یک واقعیت تلخی پشت سرش بود که گریبانگیر تاریخ ما بود و من فکر میکنم تا امروز هم این واقعیت تلخ به بیان سیاسی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی در نیامد. یعنی از زوایای مختلف ما به این مسئله نگاه نکرد. اون چیه؟ ببینید ما در دوره قبل از دوره صفویه تحولاتی در مبانی نظری و فکری جامعه ایران ایجاد میشه که بین دو نحوه تفکر ما، یعنی تصوف و شیعه، یک اتحاد ایجاد میشه. با اون معناش اینه که ما همیشه میدونیم که روحانیون مخالف چی بودن؟ صوفیان بودن. درسته. در واقع اونها رو با اونها مبارزه میکردن و صوفیان هم با اونها مبارزه میکردن. اونها رو صوفیون میدونستن و معتقد بودن که فهمی که اینها از دیانت دارن بیشتر از اونهاست، هم معنویت دینو میفهمن هم نهادهای شرعیش. حالا دقت کنید این دوتایی که با هم مخالف بودن قبل از دوره صفویه یه اتفاقی در تفکر فلسفی و عرفانی ما پیش میاد که تحت تأثیر یک سری عقاید دیگه میان
و این تفکر رو مطرح میکنن که تصوف و تشیع در بنیادش یکیه، مخالفتی با هم ندارن. چرا؟ برای اینکه این نکته خیلی مهمه که میگن، برای اینکه تصوف به اولیا معتقده، معتقده که همیشه زمین صاحب ولی خواهد بود، اولیایی هستن، و شریعت شیعی هم به 12 امام معتقده و از اینجا راهش با دنیای تسنن جدا میکنه. برای اینکه سنی ها بعد از پیغمبر میگن منبع فیض بسته است، هر کس میتونه حاکم باشه، ظالم جائر هم میتونه حاکم باشه، بنابراین احتیاج نیست که شما حتما از خانواده پیغمبر باشید. درست. ولی شیعه نه، اینو چکار کرد؟ استمرار داد در امامان خودش، تصوف هم این استمرار داد در اولیای خودش، و همیشه گفتن از ابو سعید ابوالخیر، من چندین بار اینو نقل کردم، در یک محفلی یه عالمی، یعنی عالم که میگن یعنی فقیه، فقیه ازش میپرسه از ابو سعید ابوالخیر که این حرفایی که شما میزنید در 7 صبح قرآن نیست، یعنی در 7 بخش قرآن وجود نداره. میگه خب در صبح 8 میگه صبح 8 چیه؟ میگه اون 7 صبح قرآنیه که بر محمد عربی نازل شد. به این صبح 8 اون چیزی که هر روز بر ما نازل میشه دیگران، یعنی ببینین یک روایتی داشتن که اسلام بسته نیست، استمرار بده. خب چی هم دکتر ببخشید دکتر عزیزم، عذر میخوام، ما ناچاریم به خاطر فنی هم که شده اینجا یک درنگ کوتاه با اجازتون اگه بود اینجا میکنیم، برمیگردیم و صحبتمون رو ادامه میدیم. با درود دوباره، ترانه از خانم مرجان بهتر. من یکی از دلایلی که سعی میکنم بانوان اکثریت باشن در اونهایی که میانه برنامه پخش میشه، به این خاطر ظلمیست که بر سر ایران بود. من رو نگاه میکنم چه نازنینانی با چه صداهای درخشانی باید در خلوت بخورن و در سکوت و یا فستیوال آواز بلدن زنان برن مثلا، یا پریسای نازنین بیاد یه کنسرت اینجا بده، اونم که نمیگذره. در حال دلیلش اینه. دکتر آجودانی عزیزم، ممنون از درنگتون، سر تا پا گوش برای بقیه صحبتاتون است. بله، منظور این بود که ببینید بین تصوف و تشیع سید حیدر حامودی یک اتحاد ایجاد میکنه، میگه اینها هر دوتا در حقیقت اشتراک دارن، برای اینکه تصوف به استمرار اولیا بعد از پیغمبر معتقده، یعنی چشمه فیاض دین جاریست، و از اون طرف خود شیعیان هم معتقدن که باز چشمه فیاض دین در امامانش و جانشینان امامانش در حرکت. اینجا زمینه اساسی فراهم میشه برای ایجاد حکومت صفوی در ایران که هم شیعی باشه و هم صوفی باشه، یعنی این دوتا رو با هم ادغام کرده باشن. یعنی بزرگترین ضربه رو تا اینجا در واقع اندیشه نیمه مستقل فلسفی در ایران خورد با این ادغامی که در تصوف و تشیع انجام گرفت، مبانی نظری حکومت صفوی فراهم شد که ما هم صوفی هستیم، یعنی هم صاحب معنویتیم و هم شیعه هستیم و صاحب شریعت و میتونیم بیان چیکار کنیم، قدرت سیاسی رو در دست بیاریم. این زمانی که این اتفاق میفته، از نظر تاریخی ما در جهان اسلامی که زندگی میکنیم، تسلط جهان اسلام یعنی قبل از آمدن صفویه، هم و بیش همیشه در تاریخ اسلامی ما حضور داشته، بوده، وجود داشته، کم رنگ، پر رنگ، بیشتر یا کمتر. و در این دوره ما دو دشمنی داریم که در شرق و غرب کشور ما زندگی میکنند. در غرب کشور ما عثمانی ها هستند که سنی مذهبند، در شرق کشور ما هم ازبک ها هستند
که سنی مذهب و اینا حملات گوناگونی به ایران کردن، به مملکت ما کردن. و اینجاست که ما با این کار سفره‌مون رو می‌خوایم از جهان اسلام جدا کنیم. یعنی از یک طرف مقدمات استقلال ایران رو در معنای سیاسی، مذهبی، دینی، زبانی فراهم می‌کنیم و میگیم ما مسلمونیم اما شیعه. زبان ما هم عربی نیست، زبان ما چیه؟ فارسیه. یعنی با مذهب شیعه و زبان فارسی استقلال کلی ایران رو از جوامع سنی مذهب به اصطلاح عربی جدا میکنیم و یه ایران مستقلی رو تشکیل میدیم که امپراتوری ایرانه. اینجا یعنی در این فاصله اتفاقی که میفته مسئله تعطیلی تفکر فلسفیه. به این تفکر فلسفی که میگم تعطیلیش مسئله خیلی مهمیه. فکر نکنید که فقط صوفیه یا امثال مولوی هستن که میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی‌تمکین. این از خاقانیه که براتون میخونم. میگه فلسفه در سخن میامیزی، اونگهی نام اون جدل منهی. مرکب دین که زاده عرب است، داغ یونانش بر کفل منهی. قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل منهی. نقش فرسوده فلاطون را بر تراز بهین هلال منهی. فلسفی مرد دین مپنداری، ایز را جفت سامیل منهی. خب ببینید این خاقانیه با تفکر فلسفی مخالفت میکنه. اندیشه دینی این زمینه‌های قبلیش آماده است و ما از اونجا از دوره صفویه. ولی دکتر همون خاقانی که ایوان مدائن رو خاقانی میگه، یعنی بله. خیلی عجیبه برای من، عجیبه این البته. آدم چقدر مجموعه تزاد مدائن یکی از درخشان‌ترین و درخشان‌ترین قصاید زبان فارسی. من شاید یکی از آرزوهام این بود که یک وقتی چند قصیده فارسی رو شعر بکنم و یکی شب همین ایوان مدائن باشه. اما منافق نداره، او شاعره، سخنگر برجسته‌ایه، اما اعتقاداتش اینه، یعنی با فلسفه مخالف، با تفکر فلسفی. منظور میگم مخالفت با تفکر فلسفی فقط به صوفیه مربوط نیست، یعنی در جامعه ایران این اتفاق افتاد. و با دوره صفویه که میاییم در واقع آخرین حلقه ارتباط ما با اندیشه، با اندیشه یونانی به دست ملا صدرا به نفع تشیع خاتمه پیدا میکنه. اون چیزی که او حکمت متعالی میگه در واقع میشه حکمت مسلط بر جوامع ما و ایران از مسیر نیمبند عقلانی که قبلا وجود داشت بالکل خارج میشه. بعد از اون هر چیزی که ما در تاریخ اسلام داریم، مثلا در دوره‌های بعدی داریم، همه کسانی رو که از اونها به عنوان فیلسوف، احکم حکما، نمیدونم افضل علما، نمیدونم فلان یاد میکنیم، اینا در واقع شارحان فلسفه ارسطو هستن. به تازه فلسفه مشایی رو هم در زید تفکر ملا صدرایی ادامه میدن، میخونن و تفسیر میکنن. بنابراین ما یه مملکتی بودیم که اندیشه فلسفی اگر چیزی در قبل بوده، خب روشن بازم بحثه که من معتقدم بوده، چیزی به نام حکمت ایرانی وجود داشته، کما اینکه همین الان همین حرفی که امروز زدم، اینکه یک کسی مثل سید حیدر آمولی، میر حیدر آمولی، وقتی بین تصوف و تشیع یکسانی پیدا میکنه و این دوتا رو به هم وصل میکنه، ما در عمل همین حکمت اسلامی در عمل سیاست صفویه رو در ایران برای ما برمقام میاد. بنابراین من با خیلی ها که فکر میکنن که تندیشه فلسفی یا حکمت در ایران به اون معنای اسلامیش با مسائل سیاسی بی ارتباط بوده یا با مسائل اجتماعی بی ارتباط بوده، سر هماهنگی نداره. بنابراین با این حرفم به اینجا میرسم.
ما در این سالها بعدن تفکر تازه‌ای نداریم. یعنی آخرین فیلسوفی که فکر کرد بلا صدرا بود. بعد از اون دیگه ما شارحان فلسفه مشایی و اشراقی هستیم و بزرگترین دانشمندان ما همینان. چیزی از درون تفکر ایرانی بر نیم. خب در چنین شرایطی ما وقتی با تجدد سر کار پیدا میکنیم با دنیای غرب، مفاهیم فلسفی جدید، مفاهیم اقتصادی جدید و دیدگاه های تازه در مورد تاریخ، در مورد جامعه وارد فرهنگ ما میشه. سنت اندیشیدن بر سر این مسائل رو هم نداریم. به طور سنتی کسانی که باید بر سر این مسائل میاندیشیدن، فکر میکردن، چه ما هنوز روشنفکر نداریم. روشنفکر محصول دوران جدید، همین دوره قاجاره که پیدا میشه، روشنفکر در معنای جدید. و برابر این، اینا روحانیونن. اینا وارد بازی نظری میشن بر سر مسائل تمدن غرب. و در این مسائل نظری که مطرح شد، که متاسفانه من ما در دوره حکومت پهلوی ازش بی‌خبر بودیم. حالا امروز که جمهوری اسلامی اومده اونقدر رسالاتی از این چیزها رو چاپ کرده، منتشر کرده، نه که بگم کار بدی، بسیار هم کار خوبی. البته اونا در جهت تقویت ایده های خودشون اینا رو منتشر میکنن، ولی هر چیزی که منتشر میشه میتونه آینه ای باشه برای بهتر شناختن جامعه خودمون. دکتر، به من اجازه بدید یک پرانتزی باز، یه سوال دارم ازت. ببینید، در دوران رضا شاه حداقل تحصیل کردهایی که به خارج میرن و برمیگردن، در میون اونا مهندس بازرگان رو داریم که آفتابی میبره، ولی در میون اونا کسان برجسته ای هم داریم که میان و متحول میکنن جامعه، جامعه مدنی ایجاد میکنن. ما براتون شگفتی آوره که در زمان رضا شاه چند تا باشگاه ما داشتیم، مثل باشگاه ایران، شبا میرفتن، میرقصیدن، صحبت میکردن و بعد در نوشته هاشون، در آثارشون. منظورم اینه که چطور آقای دکتر در این دوران که سیر حکمت در اروپا ترجمه میشه و چاپ میشه، این منتقل نمیشه به پهلوی که ما، همین منظورم زمان پهلوی، بعد به دوره بعد که محمد رضا شاه باشه، ظهور آقای شریعتی و آقای آل احمد میکنن و باز حزب توده است که میاد و میدوندار میشه و حالا توده اسلامی یا غیر اسلامی، حرفای شریعتی حرفای توده ایاست، منطقه حالا محمد رو جاش میذاره، اونم علی رو میذاره، ولی ابوذر غفاری خداپرست سوسیالیست یعنی چی؟ آقا سوسیالیست چی بوده اون زمان؟ منظورم اینه، آیا گمان شما بدین نیست که حزب توده و همین روحانیتی که آقایون مترقی هم میخوندنش، دو عاملی بود که پدر ما رو در بود، ولی اون مسیر پهلوی اول اگه ادامه پیدا میکرد ما میرسیدیم به معنای غرب، معنای بهره گرفتن از غرب، نه اینکه علامت غرب زدگی رو در آره، دکتر بهار نمیدونم استعمار جدید رو در آره، اون یکی اون مطالب و شریعتی بده. من اینجا اجازه بده باید مخالفت بکنم. من این شب نمیم خواهش میکنم. نه حزب توده، باید هم میدونه من چی فکر کنم. حزب توده اشتباهات بسیاری کرده به عنوان یک حزب سیاسی، اما نمیتونیم تمام بدبختی ایرانو، نه همه رو نه، توده بذاریم یا حتی زیر سر خود روحانیون. ببین الان شما میتونیم بگین که روحانیون مسئول بدبختی مردم ایرانن، برای اینکه قدرت دستشونه و دارن اعمال نفوذ میکنن و نه دین میشناسن و نه دنیا و نه سیاست. اما اگه برگردیم منصفانه به تاریخ بخوایم نگاه بکنیم، من این بحثا رو کردم که نشون بدم ما حکومت صفویه رو که تشکیل میدیم در واقع سفره خودمون از جهان اسلام جدا میکنیم، میشیم یک کشور شیعه با زبان فارسی. زبان ما هم عربی نیست، زبان فارسیه، زبان رسمی ما. و این استقلال ما رو تا مرزهای ایران و تا حدود مرزهای باستانی ما میکشونه در دوره صفوی. یعنی در دوره شاه عباس ما اوج اعتلای اصلاح تاریخ ایران داریم، ولی تفکر تأکیده، اندیشه وجود نداره، نه در روحانیون اندیشه‌ای هست نه در آدم‌های غیر روحانی. میگن جریان روشن فکری هنوز وجود نداره در معنای جدید. در نتیجه وقتی با مدنیت جدید برخورد میکنیم،
این برخورد ما در واقع ریاکشنه، یه چیزیه که ما در مقابل یه اندیشه میخواییم چکار کنیم بذاریم. اینجاست که خیلی بدفهمی نسبت به مسائل اصلی انجام گرفت و اینجاست که ما متفکر نداشتیم که موقعیت ما رو با موقعیت جهان مدرن بسنجن به یک راه حل اصولی و اساسی برای کشورهای مثل ما پیدا بکنن. نه اینکه نبودن، فکر کردن، اندیشه کردن، مثل آخوزاده بوده، آخان کرمانی بوده، جلوتر میای فروغی هست، برادر فروغی هست، ابوالحسن خان هست. ولی واقعیت اینه که مثلا از بین این کسانی که من الان اسمشون رو براتون میخونم، مثلا ابوالحسن فروغی، کاظم‌زاده ایران شهر، سید حسن تقی‌زاده، فخرالدین شادمان، خب ببینید اینا روشن فکرن در معنای جدید، محصول دوران جدیدن هر چهار نفر. ولی چهار نفری هستن که با سنت ارتباطی دارن و میشناسن. تقی‌زاده سنت رو میشناسه، شادمان میشناسه، کاظم‌زاده ایران شهر میشناسه، فروغی میشناسه، مسائل جدیدی رو هم میبینن. خود فروغی مهمترین کتابی رو که منتشر میکنه در زمینه فلسفه در همین دوره پهلویه، در دوره پهلوی اوله. و اگر ما الان بر دوره پهلوی اول، برخلاف حرفای نامربوطی که خیلی ها میزنن بدون که تاریخ مملکتشون رو بشناسن، ما نخستین پایه های فرهنگ ملی رو در همین دوره پهلوی اول گذاشتیم. ما در همین دوره پهلوی اول تحقیق و تأمل در مسائل تاریخی رو وارد فرهنگمون کردیم. بنابراین در دوره پهلوی اول اتفاقات مهم و اساسی در مملکت ما افتاد که این اتفاقات هنوز به اعتقاد من در تاریخ‌هایی که تا حالا نوشته شده بررسی نشده. یعنی هنوز ما... ببخشید ما وقتمون تموم شد. خواهش میکنم حداقل به خاطر اینکه این دوره پهلوی اول قشنگ بررسی بشه، خواهش میکنم در برنامه بعدی یه مقدار تمرکز رو این دوره بگذارید، آدم هاشو معرفی کنید، اونایی که نقش داشتن در تحول جامعه ما و کارشون و آثارشون. بسیار سپاسگزار خواهم شد. ممنونم از دکتر آژدانی عزیزم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق استاد عزیز دکتر ماشاءالله آژدانی، تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.